سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران کرونا در گوشه گوشه جهان. در ایران محدودیت‌های تازه در 43 شهر از امروز برقرار می‌شود. انتقادها از رفتار دولت مکرون با جامعه مسلمانان فرانسه. بعضی از شهروندان در کشورهای عرب کالاهای فرانسوی را تحریم کردند. اعتراض به حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران و 1 روزنامه‌نگار. 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی به نهادهای بین‌المللی نامه نوشتند. رأی‌گیری در مورد نامزد جنجالی ترامپ برای دیوان عالی. یک هفته مانده به انتخابات، سنای آمریکا تکلیف قاضی ایمی برت را روشن می‌کند. سلام بر شما، عصرتون بخیر. در ایران از امروز ده ها شهر که وضعیت شیوع کرونا در آنها بحرانی است شاهد محدودیت های تازه ای هستند. از جمله قرار است اصناف و اماکن غیر ضروری برای یک هفته تعطیل باشند. در چندین کشور اروپایی هم برای مقابله با گسترش روزافزون کرونا محدودیت های تازه ای برقرار شده، از جمله در ایتالیا و اسپانیا که در موج قبلی به شدت آسیب دیده بودند. فیروزه اکبری آن گزارش می‌دهد. ماندن عده‌ای دیگر پشت در زندگی بر اثر ابتلا به کرونا در ایران. به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 337 مبتلا جان باختند. در هفته گذشته رقم رسمی جان باختگان چند بار به بیش از 300 نفر رسید. هرچند که حالا بعضی از مقام‌های مسئول هم اذعان می‌کنند شمار واقعی 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده است. یافته‌های بی بی سی فارسی هم پیشتر تقریباً همین ارقام را نشان داده بود. از امروز قرار است محدودیت‌های تازه در 43 شهرستانی که وضعیت حاد دارند به مدت یک هفته اعمال شود. از جمله پاساژها، مساجد و دانشگاه‌ها تعطیل شوند. در تهران هم قرار است تا آخر ماه حضور کارکنان در اداره‌ها به 50% کاهش یابد. اینها تازه‌ترین راه‌های دولت برای کنترل ویروسی است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر دست بالا را دارد. از امروز از ساعت 6 عصر دیگر از این مشتری‌ها در روم خبری نخواهد بود. بر اساس محدودیت‌های تازه صرف شام در رستوران‌ها از این ساعت به بعد در ایتالیا ممنوع می‌شود. و کارکنانی که شاید چندان برای محدودیت‌های تازه آماده نباشند. مطمئنا خیلی نگرانیم. شرایط خیلی سخته. سپتامبر اولی ماهی بود که وضع کمی بهتر شد، اما حالا محدودیت‌ها برگشته. ایتالیا دیروز بیش از 21,000 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت کرد. دولت معتقد است برای تحت کنترل درآوردن شرایط محدودیت‌های تازه لازمند. بر اساس اعلام دولت، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و سالن‌های تئاتر تعطیل می‌شوند. شدیدترین محدودیت‌ها در 5 ماه گذشته. ایتالیا در نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا در اروپا تنها نیست. اینجا بارسلون است در اسپانیا. شهری با بیش از 1.5 میلیون جمعیت. جایی که حالا با اعمال محدودیت‌های تازه در دل شب سوت و کور شده. رفت آمد از ساعت 11 شب تا 6 صبح در سراسر کشور ممنوع می شود. استثناءهایی برای شرایط ویژه وجود دارد. مثلا برای تهیه دارو یا برای انجام تعهد کاری و حرفه‌ای، برای برگشتن به منزل یا جابجایی برای مراقبت از کودک یا بزرگسال نیازمند مراقبت. بر اساس آمار ثبت شده تا کنون بیش از 34,000 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در اسپانیا جان باختند. کشوری که در موج اول شیوع کرونا هم به شدت آسیب دیده بود. آمار و ارقام سندی بر نگرانی کشورهای اروپایی است. نمودارها به خوبی روند افزایشی آمار روزانه مبتلایان در بعضی از کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا و فرانسه را نشان می‌دهد. آن هم در آستانه زمستان و نگرانی از شیوع بیشتر ویروس در فصل سرما. هزاران کیلومتر دورتر در آمریکا مایک پنس معاون رئیس جمهوری سخت درگیر کارزار انتخاباتی است. با وجود آنکه آزمایش کرونا چند نفر از مشاوران نزدیکش مثبت بود.
8 روز مانده به انتخابات، مدیریت بحران کرونا موضوع داغ کارزارهای رقیبان شده. ما داریم رکورد مبتلایان به این ویروس کشنده رو میشکنیم و دولت در مدیریت شرایط شکست خورده. آمریکا با بیش از 230 هزار جان باخته بالاترین آمار رسمی قربانیان کرونا در جهان را دارد. اما در استرالیا پس از اعمال محدودیت‌های شدید شرایط امروز امیدوار کننده بود. ایالت ویکتوریا یکی از کانون‌های شیوع کرونا در شبانه روز گذشته هیچ مورد ابتلا یا مرگ تازه گزارش نکرد. اما رسیدن به روزهای روشن بدون کرونا فعلا برای بسیاری آرزویی دور و دراز است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. ساعتی قبل از فرانچسکو بکیس گزارشگر نشریه لفورمیکه در روم پرسیدم ایتالیا در فصل بهار وضعیت بدی داشت اما تونست بحران رو کنترل کنه. این کشور برای موج جدید چه سیاست‌هایی در نظر گرفته؟ بله، خب این موج دوم قابل پیش بینی بود ولی خب با شدت بیشتری از اون چیزی که پیش بینی شده بود از راه رسیده. واقعیت اینه که در ایتالیا الان مردم دارن یه جوری به صورت روزمره زندگی میکنن. نخست وزیر ما آقای کونته سعی میکنه که احکام مختلفی رو امضا کنه و صادر کنه و با این احکام، با این قانون‌ها شرایط کار برای بیزنس های مختلف، کسب و کارها و بخش های مختلف اقتصاد تعیین میشه. طبیعتا مردم نگران هستن برای اینکه دوباره میبینن که باید ببندن خیلی از کسب و کارها رو، وارد شرایط لاکداون یا قرنطینه بشن و خب نگران وضعیت اقتصادی هستن. تمام نیروهای سیاسی دارن تلاش میکنن که خب از یک قرنطینه تمام و کمال مثل بهار گذشته جلوگیری کنن برای اینکه فاجعه بار خواهد بود برای اقتصاد. اما قدم به قدم انگار که داریم به عقب برمیگردیم و خب همونطور که دیدیم با بسته شدن الان بارها، رستوران‌ها، سینما، تئاتر و مراکز اینچنینی خیلی نارضایتی زیاد هست بین مردم، بین کسب و کارها و بین مخصوصا بین دست‌اندرکاران دنیای فرهنگ و سینما و تئاتر. آیا با وجود این نارضایتی آیا مردم افکار عمومی تن میده به محدودیت‌های جدید یا اینکه مخالفت‌هاشون رو اعلام می‌کنن؟ کمتر و کمتر میل مردم به همکاری کردن داره کمتر و کمتر میشه، مخصوصا در جنوب کشور جنبش هایی بوده، اعتراض هایی بوده، در بعضی موارد حتی به خشونت کشیده شده. مثلا در شهر ناپل در میدان مرکزی، شهری است که خب واقعا ویروس کرونا آثار خیلی بدی داشته ولی خب به واسطه این محدودیت ها اقتصادش به زانو در اومده و بعد دیدیم که مردم نه فقط کاسب ها و مغازه‌دارها بلکه خیلی دیگر از افراد که خب بعضن شاید افرادی هم که خواستن خشونت کنن برای اینکه از این وضعیت خواستن سوء استفاده کنن، اینها هم به تظاهرات ملحق شدن. بنابراین تنش خیلی زیاد بوده و نیروهای امنیتی کشور دارن الان میگن که چنین تظاهراتی رو ممکنه در بقیه قسمت های کشور هم شاهد باشیم، نه فقط در جنوب کشور بلکه در همه ایتالیا. در روم چند شب پیش احزاب راست تندرو به خیابون ها ریختن و اونا هم اعتراض کردن. وضعیت کادر درمانی چطوری؟ آیا الان امکانات کافی برای میزان ابتلای روزانه وجود داره یا اینکه مثل گذشته دچار بحران ایتالیا؟ این یک نکته حیاتیه، برای اینکه در نهایت عامل تعیین کننده که دوباره کشور رو ببندن، قرنطینه بکنن یا نکنن بستگی به این نداره که چند نفر مبتلا هستن، بلکه بستگی به این داره که چند نفر در بیمارستان هستن و در آی سی یو تحت مراقبت های ویژه هستن، به ونتیلاتور وصل هستن و این عدد هست که متاسفانه داره بیشتر به بیشتر میشه و الان بیمارستان های ایتالیا دوباره دارن کم کم پر میشن، مرکز های تخصصی، کلینیک های تخصصی دارن کم کم پر میشن و اگر دوباره اینها ظرفیتشون تکمیل بشه اون وقت باید دوباره بعضی از بیمارستان‌های بخش‌های دیگر بیماران دیگر رو تغییر کاربری بدن و اختصاص بدن به بحث کرونا و اینجاست که خیلی تنش‌ساز و استرس‌ساز و ممکنه که اگر این ظرفیت بیمارستان‌ها دوباره تکمیل بشه مجبور شن که دوباره تمام و کمال کشور رو قرنطینه کنن. فرانچسکو بکیس بود. چند خبر کوتاه.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا اسامی بازرگانانی را که میگوید کارتون خواب هستند به قوه قضاییه بدهد. عبدالناصر همتی اخیراً گفته بود شماری از تاجران ایرانی 7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتشان را به داخل کشور بر نگرداندند که 70 نفر از آنها کارتون خواب هستند. اتاق بازرگانی ایران پیشتر هم بعضی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد خودداری بازرگانان از برگرداندن ارز حاصل از صادرات را رد کرده بود. یک مقام پلیس ایران میگوید که در نیمه اول امسال 54,000 پرونده مبارزه با زمینخواری تشکیل شده. به گفته مهدی معصوم بیگی، رئیس پیشگیری نیروی انتظامی، این پرونده ها 2500 متهم دارد. زمینخواری به تملک غیرقانونی اراضی ملی مانند پارک ها و مناطق حفاظت شده گفته می شود. در سالهای اخیر اصطلاحات کوهخواری و دریاخواری هم رایج شده که به معنای کندن کوه و خشکاندن دریا و تملک غیرقانونی زمین حاصل از آنها. بعد از آنکه رهبر ایران انتقادهای اخیر از حسن روحانی رئیس جمهوری را غلط خواند، رئیس مجلس از نمایندگان خواسته تا به گفته او گلایه‌های مردم از دولت را در سینه نگه دارند. با این حال محمد باقر قالیباف گفته که مجلس باید با نقد صریح، کنترل بودجه و اجرای قوانینی که معطل مانده دولت را پاسخگو کنند. اخیراً شماری از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند. دادستانی کل افغانستان تحقیق اداره بازرس درباره اتهام فساد در مصرف بودجه مبارزه با کرونا را به دادگاه فرستاده. بر اساس آن وحید قتالی والی کنونی هرات و 20 نفر دیگر به فساد متهم شدند. والی هرات به بی بی سی گفته که از شنیدن این خبر شوکه شده و برای هر نوع حساب و کتاب آماده است. همزمان وزارت داخله اعلام کرده که شهردار هرات با 7 نفر از همکارانش به ظن فساد اداری و رشوه توسط پلیس بازداشت شدند. اضافه بکنم که در زیرنویس‌های بخش قبلی خبر به اشتباه نوشته بودیم که والی هرات بازداشت شده، اما همونطور که گفتم کسی که بازداشت شده در واقع شهردار هراته و نه والی هرات. انتقاد رئیس جمهوری فرانسه از اسلام‌گرایان در پی قتل فجیع یک معلم در این کشور واکنش‌های تندی در گوشه و کنار دنیا برانگیخته. امانوئل مکرون گفته کشورش در مقابل تعرض به آزادی بیان و ترویج نفرت عقب نخواهد نشست. گروه‌های اسلامی در چند کشور تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و در بعضی از کشورهای عرب شماری از شرکت‌ها خواهان تحریم کالاهای فرانسوی شدند. نخست وزیر پاکستان هم آقای مکرون را متهم کرده که با دفاع از کاریکاتورهای به گفته او کفرآمیز اسلام را هدف گرفته. کترین آجی گزارش می‌دهد. در تازه‌ترین اعتراض‌ها این امروز در داکا در بنگلادش، امانوئل مکرون به گفته این معترضان دشمن اسلام، دشمن صلح و همزیستی، یک بیمار روانی. مکرون اسلام را نشناخته. مردم بنگلادش در مقابل ادامه توهین به پیامبر اسلام ساکت نخواهند ماند. و این در ترابلوس در لیبی. اعتراض‌های مشابهی هم در چند کشور دیگر و از جمله در کرانه غربی، در عراق، در اردن و در لبنان گزارش شده است. و این در حساب توییتر امانوئل مکرون، واکنش او به واکنش گروه‌های اسلامی. ما متحد و یکپارچه‌ایم. آقای مکرون در پیامی در توییترش به 3 زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی نوشته است ما در مقابل آزادی بیان هیچ وقت عقب نخواهیم نشست. میگوید ما به تنوع افکار با روحیه صلح و برادری احترام میگذاریم و از بحث منطقی دفاع میکنیم، اما هیچ وقت ترویج نفرت را قبول نخواهیم کرد. این تشییع جنازه سامیول پاتی، معلم تاریخ، در میان تنین آهنگی به نام وحدت از یوتیوب، آهنگ مورد علاقه او در تجلیل از برادری. 10 روز پیش این معلم تاریخ را یک جوان 18 ساله به طرز فجیعی به قتل رساند، به این دلیل که او در کلاسش درباره آزادی بیان کاریکاتورهای منتشر شده از پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود. قتل او فرانسه و رئیس جمهوری فرانسه را تکان داده است. آقای مکرون اسلامی ها و اسلامگرایی را مقصر می داند. سامیول پاتی فوتوی. او اینجا گفت سامیول پاتی تجسم فرانسه بود و جمهوری فرانسه که در مدارس آن هر روز آزادی بیان بزرگ داشته می شود. آقای مکرون گفت او کشته شد چون اسلامی ها آینده ما را هدف گرفتند.
او گفت تا زمانی که قهرمانانی ساکت مثل سامیول پاتی وجود داشته باشند، اسلامی ها هیچ وقت پیروز نخواهند شد. اینجا در عمان پایتخت اردن تحریم کالاهای فرانسوی، چیزی که در چند کشور دیگر هم تبلیغ می شود. اسلامگراها سخنان آقای مکرون را به چالش کشیدن اسلام تلقی کردند و ترویج اسلام هراسی. کسرانجی بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با تشدید بحران کرونا در جهان، در ایران هم از امروز محدودیت‌های شدیدی در 43 کشور شهر اجرا می‌شود. بعضی از شهروندان کشورهای عرب در واکنش به مواضع تند رئیس جمهوری فرانسه علیه اسلام‌گرایی کالاهای فرانسوی را تحریم کردند. در ادامه این برنامه، رأی‌گیری سنای آمریکا برای نامزد جنجالی رئیس دیوان عالی. 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی در نامه‌ای به زندانی شدن 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان و 1 روزنامه‌نگار اعتراض کردند. آنها اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی را در مورد بکتاش آبتین، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و خسرو صادقی بروجنی واهی و دروغ خواندند و گفتند که هدف اصلی برخورد با آنها افزایش فشار بر نویسندگان و مردم ایران است. این نامه خطاب به انجمن جهانی قلم، عفو بین‌الملل و سازمان جهانی حقوق بشر نوشته شده و خواهان اقدام برای آزادی فوری آنهاست. یروند ابراهامیان، داریوش آشوری، بابک احمدی، فرج سرکوهی و آذر نفیسی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. فرج سرکوهی روزنامه نگار، نویسنده و از امضا کنندگان نامه از فرانکفورت به ما پیوستند. آقای سرکوهی، نه این دفعه اولی هست که نامه های این چنین نوشته میشه و نه احتمالاً آخر. فکر میکنید که نوشتن چنین نامه های ممکنه منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه؟ بله، متاسفانه همونطور که شما به خوبی اشاره کردین، نه اولین بار است که نویسندگان رو در بند میکشند، میکشند نویسان رو همچنین، و نه همچنین اولین بار هست که نویسندگانی اعتراض میکنند به این به اصطلاح سرکوب و فشار. اما این که آیا این نامه ها مؤثر هست، توجه بکنیم که اون چی که در این نامه ما خواستیم، ما از پن بین المللی، یعنی انجمن قلم بین المللی با تمام شعباتش و همچنین از به اصطلاح سازمان های حقوق بشر و همچنین از چند مؤسسه بسیار مهم مطبوعاتی مثل مؤسسه جهانی مطبوعات، هم که جایزه قلم طلای آزادی رو میده، یا ببخشید انجمن جهانی روزنامه ها و خبرگزاری ها که این جایزه رو میده، و همچنین مؤسسه جهانی مطبوعات که اون جایزه قهرمان مطبوعات رو میده، و خبرنگاران بدون مرز که بسیار فعال هست، یعنی از 3 نوع به اصطلاح از نهادهای مهم روزنامه‌نویسی، از پن پن، انجمن قلم به اصطلاح، از خبرنگاران بدون مرز خواستیم، بعض نهادهای مدافع حقوق بشر که صدای این نویسندگان رو به گوش جهانیان برسونن، در مطبوعات منعکس کنن، در رسانه‌ها منعکس بکنن، برای که ما فکر می‌کنیم وقتی که اینها در افکار عمومی منعکس بشه، به خصوص در اروپا، افکار عمومی و احزابی که در پارلمان ها هستند فشار میارن، معمولا احزاب برای که رأی بیارن توجه میکنن به افکار عمومی، و بعد این احزاب میتونن در پارلمان ها به دولت هاشون فشار بیارن، و دولت هاشون میتوانن به اصطلاح در مذاکرات دیپلماتیک خودشون این افکار عمومی رو منتقل بکنن به جمهوری اسلامی. ما فکر میکنیم وقتی که صدای اعتراض علیه سانسور برخیزه، علیه زندانی کردن نویسندگان برخیزه، طبیعتاً تأثیر داره. حالا باید دید که تأثیرش در چه حد است، و این بردش به صورت برد و تأثیرش بستگی به این داره که تا چه حد این نهادهای بین‌المللی میتونن افکار عمومی رو بسیج کنن. آقای سرکوهی، میدونیم که واقعا تیراژ روزنامه ها، تیراژ کتاب ها در ایران به شکل تأسف باری پایینه. چرا جمهوری اسلامی با توجه به این تیراژ پایین روزنامه ها و کتاب ها احساس خطر میکنه کماکان از جانب نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران؟ ببینید، اینا با روزنامه های مکتوب رو در ایران در حد بولتن های جناحی تقلیل دادن، یعنی جناح های مختلف حکومتی. کتاب رو هم چنان سانسور میکنن، لتو پار میکنن، بسیار از آثار ممنوع انتشار است، بسیار نویسندگان ممنوع القلم هستند، و در نتیجه و در این حال ادبیات معاصر، فرهنگ معاصر، فلسفه معاصر رو از دانشگاه ها حذف کردن، از مدارس حذف کردن. ارتباط نویسنده و مخاطب رو که در جلسات داستانخونی، سخنرانی، بحث و گفتگو در جهان، در همه جا وجود داره، در هر گوشه و کنار هر شهری وجود داره، اینا قطع کردن، اجازه نمیدن، و خب طبیعتاً این تاثیر گذاشت روی تیراژ پایین کتاب. اما از سوی دیگه یک واقعیت بسیار مهمی هم هست.
در اینها کوشیدن که فرهنگ حکومتی رو بر همه مردم تحمیل بکنن، یعنی یک فرهنگ تک صدایی رو بر همه ذهن‌ها تحمیل بکنن و در این 40 سال نتونستن و شکست خوردن. چرا؟ برای اینکه فرهنگ خودشو باز تولید میکنه، نسل‌های مختلف میان و به اصطلاح فرهنگ باز تولید میشه. اینکه تیراژ کتاب پایین هست از یک سو، اما توجه بکنیم که در ایران به دلیل غیبت احزاب سیاسی، به دلیل غیبت سندیکاها، یعنی غیبت اجباری اونها، نویسندگان، روزنامه نویسان از گرایش‌های گوناگون خود به خود به صدای مردم تبدیل میشوند و این به اصطلاح نقش تأثیر روشنفکران، گرچه که مستقیم نیست، در هیچ جای دنیا هم مستقیم نیست، اما به طور غیر مستقیم در فرهنگ سازی مؤثر هستش و رژیم از این میترسه. یک نمونه خیلی ساده براتون مثال بیارم. یک زمانی وقتی ما در ایران بودیم، آزادی بیان خواست صنفی کانون نویسندگان ایران تلقی میشد، اما بعداً می‌بینیم که الان این آزادی بیان تبدیل به یک خاص عمومی شده، یعنی همه جا صحبت از این هستش که ما می‌خوایم حرفمون رو بزنیم، ما می‌خوایم آزادانه حرف بزنیم، و در این حال هم یک نکته بسیار مهمی وجود داره. وقتی آزادی بیان سرکوب میشه، در واقع فقط یک سری نویسنده و روزنامه‌نویس سرکوب نمی‌شن، مردم سرکوب میشن. در همین دلیل ما در این نامه به مردم اشاره کردیم. چرا مردم سرکوب میشن؟ چون حق دانستن، حق اطلاع از اخبار و رویدادها، حق اطلاع از نظریات گوناگون حق مردمه. وقتی سانسور اعمال میشه، نویسنده زندانی میشه، خودسانسوری به اصطلاح خودسانسوری تحمیل افزایش پیدا میکنه، این حق دانستن از مردم سلب میشه. و اما به رغم همه اینها، حالا ما میبینیم که همین به اصطلاح تعداد روشنفکران با همین تیراژ اندک کتاب که اینا میگن، تونستن خواست آزادی بیان رو به خواست عمومی تبدیل بکنن و تونستن فرهنگ بسازن و در فرهنگ سازی به اصطلاح به جامعه شکل بدن. متشکرم فرج سرکوهی. مجلس سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری نهایی برای تایید صلاحیت ایمی برت، قاضی پیشنهادی دونالد ترامپ، برای عضویت در دیوان عالی است. جمهوری خواهان با انتصاب این قاضی به شدت محافظه‌کار، کنترل خود بر عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده را تقویت خواهند کرد، اقدامی که در یک هفته باقی مانده به انتخابات این کشور جنجال برانگیز بوده. کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. کامبیز، هیچ سناریویی وجود داره که درش خانم ایمی کونی برت رأی تایید صلاحیت نیاره؟ نه خیر، تقریبا قطعی است. فقط منتظریم که این روال، در واقع اون رویه سنا رو تا چند ساعت آینده طی بکنه و رأی رو اینها دارند و به نظر میاد که غروب به وقت محلی عصر امروز تایید خواهد شد صلاحیت او و 6-3 خواهند شد. از این به بعد در از 9 قاضی 6 محافظه کار و منصوب جمهوری خواه و 3 کرسی در واقع دموکرات و لیبرال تر خواهد بود که به هر حال کنترل رو اگر داشتند، حالا این کنترل از این به بعد قراره که قوی تر بشه و به نظر میاد که صحبت از این داره میشه که امشب هم مراسم سوگند برگزار بشه به وقت محلی و احتمال خیلی زیاد از فردا قاضی برت در واقع عضو رسمی دیوان عالی خواهد شد. خب با توجه به اینکه این نتیجه تقریبا قطعیه، عبور بکنیم بریم بحث انتخابات و کمپین های انتخاباتی. میدونم که رای گیری زود هنگام در بعضی از ایالات شروع شده، از آخرین ها به ما بگو. خب بنابر آخرین آمار، ظاهرا حداقل 60 میلیون تا به حال رای دادن که رقمی است بسیار بالا به نسبت سالهای گذشته. منتها میبینیم که در یک هفتهی که باقی مونده، شدت و حدت کارزار آقای ترامپ بیشتر شده. خیلی امروز به پنسیلوانیا رفته، در 3 محل مختلف قصد نطق و سخنرانی برای طرفدارانش رو داره، تجمعات بسیار بزرگی هم برگزار میکنه علارغم همگیری کرونا. و همینطور معاون او هم آقای پنس قراره که به مینوسوتا بره. جالب اینجاست که طرف دموکرات هیچ گونه برنامه‌ای ظاهرا نداره یا حداقل فعلا اعلام نکرده، ولی به نظر میاد نه آقای بایدن نه خانم هریس اینها قصد کارزار انتخاباتی و شرکت در سخنرانی‌ها رو ندارند. خیلی آرام‌تر دارن اقدام می‌کنن و شاید عجیب هم نباشه، آقای بایدن در نظرسنجی‌ها به شدت جلو هست. به نظر میاد که قصد تکاپویی که آقای ترامپ الان داره انجام میده رو نداره و فکر می‌کنه که اوضاع به نفعش است. متشکرم کامبیز فتاحی از واشنگتن. چند خبر کوتاه.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض تازه‌ترین توافق آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ متهم کردند. چند دقیقه بعد از موعد آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا به دست آمده بود، باکو اعلام کرد نیروهای ارمنی مرتکب نقض فاحش آتش‌بس شدند. به دنبال آن، وزارت دفاع ارمنستان آذربایجان را متهم کرد که بخشی از خط مقدم را به توپ بسته. بر اساس گزارش‌ها از بلاروس، درخواست مخالفان رئیس جمهوری برای اعتصاب سراسری با استقبال روبرو شده. کارگران چندین کارخانه بزرگ دولتی دست از کار کشیدند و در مقابل کارخانه‌ها شعار می‌دهند. یک گروه ناظر گفته 10 نفر از آنها بازداشت شدند. رهبر مخالفان که در تبعید است، از کارکنان مشاغل کوچک هم خواسته که به اعتصاب بپیوندند. مخالفان خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور، از قدرت هستند. استرالیا به دلیل تفتیش بدنی عده‌ای از اتباعش در فرودگاه دوحه به مقام‌های قطر اعتراض کرده. دولت استرالیا می‌گوید گزارش‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای دریافت کرده، حاکی از اینکه پس از پیدا شدن یک نوزاد در یک توالت فرودگاه بین‌المللی حمد، کارکنان فرودگاه با پیاده کردن 13 زن استرالیایی از هواپیما و انتقال آنها به یک آمبولانس روی باند فرودگاه، این زنان را برهنه و بازرسی بدنی کردند. نخست وزیر پاکستان از فیسبوک خواسته که انتشار مطالب به گفته او اسلام هراسانه را ممنوع کند. عمران خان در نامه‌ای به مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک گفته که اسلام هراسی تشویق به نفرت و افراطی‌گری از طریق شبکه‌های اجتماعی رشد یافته. بر اساس این نامه فیسبوک، محتوای حاوی نفرت از این شبکه اجتماعی حذف می‌شود. عمران خان یک شنبه در توییتر نوشته بود که رئیس جمهوری فرانسه با دفاع از نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام به این دین حمله کرده. بنابر گزارش‌ها از سوریه، در حمله نیروی هوایی روسیه به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در ادلب، دست کم 30 نفر از شبه نظامیان کشته شدند. گزارش شده که هدف این حمله گروه فلقرشام بوده که یکی از قوی‌ترین گروه‌های تحت حمایت ترکیه به شمار می‌آید. اما گفته می‌شود عده‌ای غیر نظامی هم ممکن است کشته شده باشند. پیشتر روسیه و ترکیه برای برقراری آتش‌بس در ادلب و نظارت بر آن توافق کرده بودند. و در پایان این برنامه تصاویر چشم نوازی به شما نشون میدیم از پدیده موسوم به نورهای شمالی. آسمان رنگارنگ شب که هر سال جهانگردان رو به کشورهای منطقه اسکاندیناوی جذب میکنه. این تصاویر از لپلند در شمال فنلاند گرفته شده. نام علمی این پدیده رو که تهیه کننده برنامه برای اینکه من رو دست بندازه حتما گذاشته و من بهتون بگم هست اورورا بوریالیس، و دلیل این پدیده برخورد بین ذرات دارای بار الکتریکیه که از خورشید به جو زمین وارد میشه. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما.